سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه بحثمون. ما جلسه گذشته در رابطه با بحث کلکیولیس صحبت کردیم و گفتیم که در حقیقت از کلکیولیت میتونیم چه استفاده بکنیم. کلکیولیت میمد یک یا چند فیلتر رو بر روی یک اکسپرشن یا یک فرمولی که ما قبلا نوشته بودیم اعمال میکرد. بریم به چند تا مثال سختتر بزنیم و ببینیم چطور میشه. خب میام اینجا تو همین مثال جلسه قبلم، اینا رو من حذف کنم. خب مثالی که میخوام بزنیم اینه، میخوام چند تا جدول رو بچه ها درگیر بکنم، یعنی میخوام کلکیولیت رو بر روی چند جدول اعمال بکنم، نه لزوما یک جدول. ببینیم چجوری این کار رو باید بکنیم. من اکیوپیشن رو اینجا حذف میکنم. از توی جدول تریتوری خب یه چیزی داریم به نام رژین منطقه، اینو میارم تو ردیف مناطق مختلف، میخوام ببینم وضعیت چجوریه. این رو بیارم پایین تر. کل فروش رو توی این مناطق ببینیم چجوری. اول توتال سیلز، این میزان کل فروش تو مناطق مختلفه. میخوام ببینم که کل فروش لباس چقدر تو مناطق مختلف، یعنی ربطش میخوام بدم به جدول پروداکت. کل فروش مشتریار خانوم چقدر، میخوام ربطش بدم به جدول کاستومر. و میزان فروش دوچرخه به آقایون متأهل چقدر. اینجا دو تا جدول درگیره، یک کاستومر، دو پروداکت. میخوام این سه تا مثال رو با هم دیگه حل بکنیم. بریم که با هم حل کنیم. خب بریم سراغ اولین چیزی که میخوام درست بکنیم، مجموع فروش لباس. میام تو پروداکت یه نیو میجر درست میکنم. خب اسمشو چی بذاریم؟ Total clothing sales مساوی با calculate total sales. فیلترمون می نویسم. فیلترم این چی بود؟ اینکه product category باشه چی بچه‌ها؟ باشه کلوتینگ. یه بار دیگه اشتباه نوشتم. میشه میجر اول. خب کجا رفت؟ ایناش. اینو میرم تو ولیو. این میشه مجموع فروش لباس توی مناطق مختلف با فیلتر لباس. بریم سراغ فیلتر بعدی. چقدرش مشتری خانوم بودن؟ میام تو کاستومر یه میجر درست میکنم این دفعه. فیمل توتال سیلز مساوی با یه کلکیول تیبل هم داریم که مبحث ادوانسی، فعلا بهش کاری نداریم، ان شاءالله در آینده راجع به صحبت میکنیم. مثلا خیلی رد بالایی میشه گفت هست. توتال سیلز با شرط چی؟ اینکه کاستومر یعنی جنسیت مشتریان کوش اینهاش مساوی باشه با اف. اینا هستی فیمل، اینا میرم اینجا. اینا مجموع فروش خانوم ها. عدد یه ذره عجیب غریب نیست بچه ها، واحدش درست نیست. اینو یه دلار میذارم تنگش و صفر رقم اشار. اینجا هم یه دلار. چه میره سراغ این به
لحظه عجیبی اینو هی چیز میکنه، نمیدونم چرا. من میخوام اینو عوض کنی عزیز دل برادر. حالا ولش کن این از این. خب میتونیم یه کار کنیم توی پروداکت. من چی داشتم؟ توتال کلودینگ. اینو انتخاب میکنم، از اینجا عوض میکنم، اینجوری میجر رو انتخاب میکنم، بعد میام اینجا درستش میکنم. استانداردش اینه بچه. خب اوکی، اینا ببندیم دیگه. دیگه چی میخواستیم حساب کنیم؟ مجموع فروش دوچرخه به آقایون متأهل. این خیلی جالب تره. اینجا دو تا جدول درگیرن، یه جدول کاستومر درگیره. بابت چی؟ یکی جنسیت، یکی وضعیت تأهل. یکم جدول پروداکت هم درگیره به خاطر اینکه کاتگوری دوچرخه رو میخوام. میام توی میجرم رو تو کاستومر درست میکنم. بایک سیلز تو مرید میلز مساویس با کلکیولیت توتال سیلز. خب گفتم اول شرطمون چیه؟ متأهل باشم. کاستومر مریتال استاتوس کجایی؟ ایناش مساوی باشه با چی؟ باشه با ام، یعنی ازدواج کرده مرید. شرط دوم مرد باشه، جنسیتش مرد باشه. و شرط سوم دوچرخه باشه. پردا کاتگوری بایکس. من اینو کپی کنم بیارم تو نوتپد نشونتون بدم که ببینید. خب مال جلسه قبله. اوکی من اینو از اینجاشو میارم، این یه تیکشو میارم خط دوم میذارم که به کامل ببینید. سه تا شرط داره، سه تا فیلتر اعمال میشه روش، روی این اکسپرشن. خب اینو اینتر میکنم، این میجر هم میارم میذارم اینجا. اینو ببندیم، اینو ببندیم. یه ذره فونتش رو میخوای کوچیک کنیم، یه ذره بزرگه. توی گرید اینجوری بهتره. خیلی عالی. این هم میشه نحوه استفاده. یه چیز جالبی که وجود داره، توی مناطق مرکزی و جنوب شرقی آقایون متأهل اصلا دوچرخه نمیخرن. بیشترین میزان فروش دوچرخه برای آقایون متأهل مال استرالیاه و بعد از اون جنوب غربی و بعد از اون بریتانیا. خیلی عالی. یه همچین کاربردی داره واقعا کلکیولیتر، فوق العاده است. بریم سراغ مبحث بعدی که میخوایم راجع به صحبت کنیم. راجع به چی صحبت کنیم؟ خب یه نکته یه کوچولو اول بگم. ما الان یه فرمول اینجا نوشتیم برای آخریه، خیلی طولانی هم بود. کجا نوشتمش؟ توی کاستومر نوشتم فکر کنم، درسته؟ آره. میبینید چقدر طولانی بود این فرموله؟ و معمولا فرمول هایی که طولانی هستن توی درک یه ذره خواناییشون سخته. چیکار میتونید بکنید؟ فرموله رو کپی کنید بچه ها. خب اینو کپی کنید. یه سایتی هست به نام dexformatter.com، تو گوگل هم بزنید میاد. سایت که باز شد همین بالا کلیک کنید، همینجا که نوشته هست اینجا پیست کنید فرمولتون رو. حتی الان افتاد وسط این نوشته خودش، سایتشون داره لود میشه به خاطر اینه. نکنید اینجا کلیک میکنید فرمت رو میزنید، اینو براتون یه حالت خوشگل و ترتمیز در میاره. بذار اینترنت هم کنده به خاطر همینه که اینجوری شده. بذار من اینترنت هم عوض کنم. خب بالاخره باز شد، اینجا کلیک میکنم فرمت رو میزنم و اینو به صورت فرمت شده ترتمیز بهم تحویل میده و میتونید از این حالت فرمت شده استفاده بکنید. خیلی هم سایتش سنگینه به نظرم. یه نسخه لایت هم داره، ببینم این چیه. چرا اینقدر سنگین باز میشه؟ حالا اینترنت هم عوض کردم.
یه قابلیت دیگه هم که داره بچه ها این سایت ایرور چکینگه، یعنی میتونه خطایی مگه وجود داشته باشه بهتون بگه. فرمت رو بزنم نکنین این به صورت فرمت شده است. اینا اگه اینترنت خوبی داشته باشید اون سایت قبلی هم اون حالت ورژن عادیش هم کار میکنه. ببینید چقدر تر تمیز شد و این فرمتی که میتونید استفاده بکنید. خب پس این سایت DAX فرمتر دو تا قابلیت داره. یک، فرمت فرمولی که نوشید فرمولی که طولانی هستن رو یه ذره ترتمیز میکنه. دو، اگر خطایی توش وجود داشته باشه با یه دونه مثلث نارنجی بهتون نشون میده خطا رو. خب بریم بیایم، چون موضوع بعدی که میخوام صحبت بکنیم یه موضوع جدیده، یک فصل جدیدیه، بریم بیایم جلسه بعدی راجع بهش صحبت میکنیم. فعلا خدافظ.